بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحثمون بحث رجالیه امروز، منجر شد به ارزیابی کعب، کعب الاحبار. کعب الاحبار مجموع روایاتش در معجم 75 روایت تقریبا، و ان شاء الله من میخوام یک یکش رو عرض کنم. 75 روایت در معجم داره، اگر اشتباه نکنم همشم در قسمت روایات نبویه، یعنی در قسمت روایات اهل بیت اصلا ایشون روایت ندارد. این اولا. و ثانیا در همون قسمت که جلد 1، 2، و 3 چاپ جدید، روایاتش هیچ کدامش به پیامبر نمیرسه، همش دارد لم یسنده الی النبی، هیچ مگر یک روایت، و قطعا هم این روایت هم مرسله. چرا؟ چون پیامبر اکرم ایشون ندیده. روایت این، بله، لن، لا اله الا الله، لن یجمع الله على هذه الأمة سيف الدجال وسيف الملحمة. خدا دو تا شمشیر برای مردم مسلط نمی کنه، هم جنگ ها، بدبختی جنگ ها و بدبختی دجال. تنها روایتی که من از ایشون دیدم که به پیامبر اکرم نسبت میده همین روایته. و الا پس نکته اول نسبت به کعب الاحبار مجموع روایاتش راجع به حضرت مهدی در معجم تقریبا 75 روایت تا ما بعد به بهار برسیم. این نکته اول. ملحمه درگیری. نکته دوم، روایاتش معمولا درش چی هست؟ لم یسنده الی نبی، از پیامبر نیست، باز خودش، و دیگه میشه اثر، دیگه نمیشه روایت. این نکته دوم. نکته سوم، غالب روایاتش از فتنه ابن حماد. یعنی فرض کنید که ما درصد بسنجیم، 97% از فتن ابن حماده، 3% از کتاب مقریه، از سنن الوارده فی الفتن، قصص الانبیاء. این نکته چندم شد؟ نکته؟ بله؟ باشه، ابن حماد از اون نقل میکنه. بله دیگه، ابن حماد از اون گرفته. یعنی روایاتش، البته ما بلا تشبیه هم بگیم، بلا تشبیه نظرات در فقه، ما میخوایم نظرات ابن جنید اسکافی رو به دست بیاریم، از کجا به دست بیاریم؟ کجا هست؟ فقط در کتاب علامه حلی در مختلف شیعه، و هر کس هم که گرفته ازشون گرفته.
چون تا قبل از ایشون نظرات از ایشون نبوده، سعی در مخفی کردنش داشتن. حالا عرض کنم بلا تشبیه، حالا همینجا روایات کعب از کجاست؟ از فتنه ابن حماده اکثرش. و فتن ابن حماد هم ما بحثش کردیم یا نه؟ خصوص کتاب بله فتن مورد اعتماد نیست، نه نزد اهل سنت و نه نزد شیعه. فقط مرحوم ابن طاووس مطلبی فرمودن که یستظهر از مطلبشون اعتمادش بر این کتاب. نو ما قبلا گفتیم این نکته چندم شد؟ نکته سوم نمیدونم. نکته چهارم، کتاب شیخ طوسی دیگه از قدیم ترین کتاب های در زمینه غیبت است. فقط یک روایت ازش نقل میکنه و سلام نام تمام. از ده ها روایتی که در ارتباط با حضرت مهدی و مهدویت نقل میکنه. نکته چندومه نمیدونم، پنجم. خب بحار الانوار که اینم باید بررسی کرد. اجازه بدید برای یک بارم که شده این بحث ها ریشه یابی بشه. نکته چندومه؟ پنجم. بحار الانوار تقریبا 75 مورد اسمش ذکر میکنه. باید به این 75 مورد مراجعه کنید ببینید چی محتواش چیه. ولی نکته مهم اینه که سجلدی که در ارتباط با حضرت مهدیه، خب حس میزنیم که این 75 مورد عمدش کجاست در سجلده. این حس ماست، اما درست بعکس، درست به عکس. در این سجلد دو دفعه اسمش برده که در واقع در این سجلد یک روایت فقط ازش نقل میکنه. آن هم روایت به خصوصی. سجلد روایت راجع به حضرت مهدیه، کعب الاحبار هم روایت بله مهدوی داره، اما در این سجلد فقط یک جا اسمش رو میبره ازش روایت نمیکنه. صفحه 226 جلد 52 226 و یه جا دیگه 201 اسمش رو میبره، نه روایت ازش نقل کند. در واقع حرف صدوق میزنه. چی میفهمه صدوق؟ و کیف یصدقون، این حرف صدوقه، کیف یصدقون بما یرد من الاخبار عن وهب ابن منبه و عن کعب الاحبار فی المحالات التي لا يصح شيء منها. خوب دقت کنید، صدوق چیکار کرد؟ خط مهر بطلان به تمام روایت کعب زد. کعب و وحی ابن منبه. به من تعجب میکنم چطور اینها تصدیق میکنن اخباری که از وحی ابن منبه و از کعب الاحبار در محالاتی که لا یصح شیء منها فی قول الرسول ولا فی موجب عقول، نه با نقل حرفاش مطابقه نه با عقل مطابقه. میگه من از این تعجب میکنم، حرف این آقایی که هیچیش مطابقت با نقل و عقل ندارد میپذیرن. ولا یصدقون بما یرد عن النبی والائمه فی المهدی و غیبته. چه تعصبیه من نمیدونم.
شما اونا رو میپذیرید ولی اینا رو نمیپذیرید. این سیدی بحث ما رو اگر تونستید بگیرید حتما بشنوید. شب پنجشنبه من در مرکز شیعه شناسی آیت الله استاد امامی مکارم من داشتم، اونجا من این بحث رو مطرح کردم که به اصطلاح تأثیر نواسب در مؤلفین و تألیفات، اونجا من بحث رو دارم و یه حرفی از مرحوم علی ابن عیسی اربلی نقل کردم، گل می سوزونه. این نگاه بکنید می فهم، ببینید اینها با کتابهای ما چجوری برخورد میکنن، با ائمه ما چجوری برخورد میکنن و با احادیث ما. این همین حرف صدوق. می فهم شما از کعب الاحبار که اصلا مهانات نقل میکنه، روایتش هم باطله، یعنی نقل میکنه، اما از ائمه ما، از پیامبر ما نسبت به امام زمان حرفا نمیپذیرید. خب این نکته چندم شد، پنجم حرف صدوق در رد روایات. و من از این نکته میخواستم این استفاده کنم که بحار الانوار در سه جلدی که راجع به حضرت مهدیه علیه السلام از کعب چند تا روایت نقل میکنه؟ یک روایت. البته این طبق تحقیقات قاصر حقیر شما برید ببینید، شاید غیر از این باشد. خب نکته ششم، تنسیس امام باقر به دروغگو بودن کعبه. روایت در کافی شریف جلد 4 239، من دیشب تا ساعت 2 شب مشغول مطالعه و تتبع راجع به همین چند کلمه که میخوام عرض کنم که ببینم کجا میخوام برسیم. خب مرحوم کلینی این روایت رو از زرارا نقل میکنن. کنت قاعدا الى جنب ابی جعفر، زن در مسجد حرام نشسته بودن، ابی جعفر امام باقر، و هو محتبن. محتبن بالاخره زانوها را جمع بکنن، یه کاری که بعضی چیز انجام میدن، یه چیزی میبندن که زانوها به شکم بچسبه، به همین حالت خودشو جمع کنه. میگه دیدم آقا اینجوری نشسته بودن مستقبل الکعبه، مستقبل ال... خب فقال، امام فرمود ان النظر الیها عباده، نگاه کردن به کعبه عبادت. فجاءه رجل من بجیله، یا آقای رسید، اسمش هم عامر ابن عاصم ابن عمر بود. فقال لابی جعفر، به امام عرض کرد که ان کعب الاحبار کان یقول ان الکعبه تسجد لبیت المقدس فی کل غدات. کعب الاحبار میگه که اینجوری میگفت، هر روز صبح کعبه برای بیت المقدس سجده میکنه. سنخ روایات کعب همینه، سنخ روایاتش ترجیح کجاست؟ بله شام، او طرف و ترجیح شامی ها. من انشالله روایاتش یک یک براتون میخوانم، بگذار طول بکشم، عجله که ما نداریم، شهری هم که الحمدلله هست. خلاصه حالا خدا کریم. فقال ابو جعفر، امام فرمود فما تقول فيما قال کعب، نظر تو چیه؟ فقال صدق، کعب راست میگه، القول ما قال کعب، حرف کعبه، بله هر روز کعبه برای
مثل چه بیت المقدس سجده میکنه. فقال ابو جعفر کذبت و کذب، هم تو دروغ میگی و هم کعب دروغ میگه. خب یکی از راه های توثیق و تضعیف چیه علما؟ تمسیسه. ای تمسیسه، کذبت و کذب کعب معک و کذب کعب الاحبار معک و غضب او عصبانی شد. زراره میگه ما رأیت استقبل احدا بقوله کذبت غیره. زراره شرب امامه، سالات در خدمت امام بوده، میگه ندیده بودم امام اینجوری بله با صراحت به طرف حرف بزن. پیامه که تو دروغ گفتی. قال ما خلق الله، دیگه شما تا آخر نگاه کنید، بیان مجلسی هم خیلی جالبه. کجا اشرفه؟ کربلا اشرفه، کعبه اشرفه، مدینه اشرفه. یک بحث خیلی زیبایی داره مرحوم مجلسی. ولی قبل از همه میفهمد که این روایت حسنون که صحیح. مجلسی که 9000 روایت را بالاخره ارش تأمل داره، به این روایت مجلسی میفهمد که صحیح. حالا حسن میفهمد چرا؟ به لحاظ ابراهیم بن هاشم که بعضی میگن توثیق ندارد اما امامی ممدوحه، میشه چی؟ حسن. پس روایت مشکلی ندارد. طبق این روایت کعب الاحبار چیه؟ درگو. خب اینم یک خلاصه این روایت رو ایشون فهمد که صحیح. خب بعد از این مرحوم توستری نکته بعدی اضافه کنید، چندم میشه نمیدونم، هفتم. مرحوم توستری زیل روایت دیروز که الان آقا اشاره فرمودن، روایتی که از مولا تعبیر صدیق و هذه الامه، و ما شک نداریم، شک نداریم که صدیق و هذه الامه علی ابن ابی طالب علیه الصلوات المسلیم، اللهم صل علی محمد. و این روایت کار به راویش ما نداریم، صدق چی داره؟ صدق مضمونی و خبری داره، هر که میخواد باشه راویش باشه. ولی از این روایت میخوان بعضی ها چی استفاده کنن؟ وثاقت کعب را. مرحوم توستری در جلد 8 صفحه 567 بعد از نقل این جریان دو تا اشکال میکنه. اشکال اول اشکال سندیه، اشکال دوم اشکال به اعتقاد خودشه، خود کعبه. اشکال اول میفهمد که علی فرض صحت الخبر، یعنی اولا این خبر من چه راویش خودشه، ما میخواییم توثیق خودش استفاده کنم. از کجا؟ از خودش؟ فکر دوره شما تصحیح توثیق خودش از روایتی که غیر از خودش نقل کنه. علا فرض صحت الخبر میفهمد که اشکال دوم لیس فیه اثر لدفع الطعن عن کعب، هیچ تأثیری نداره، نمیتونه کفرا به نفع کعب تغییر بده، کعب مورد طعنه و این نمیتونه ازش دفاع کنه. چرا؟ لأن نطقه فی موضع بالحق کنطق فلانی، یعنی بله کنطق فلانی بالحق بلا ثمر بعد کون قوله و عمله فی سائر المواضع علی خلافه،
یه جا حق بگن اما ببینیم عملشون، گفتارشون، رفتارشون برخلافه، یه جا چه تأثیری میتونه داشته باشه. بله تأثیرش اینه که گاهی خدا بر زبانشون میندازه تا اتمام و حجت بشه بر خودشون و بر مردم. انما صدور مثلهی، مثل این کسی که دیروز نقش شد، من مثله ما، یعنی از کعب و از بله دومی، من اتمام الحجت من الله علی الناس، همینه، بیش از این نیست. و الا خود مجلسی هم یه همچین روایتی را در جلد 52 همین روایت اینه که عرض کردم در تمام سه جلد فقط یک این روایت، اونم از نعمانیه. روایت بله نعمانی. خب اگه باشد من دوباره مراجعه کنم. قیل، دقت کنید، میگه که عن کعب الاحبار انه اذا کان یوم القیامه، صفحه 225، این حتما ببینید، روز قیامت که بشه حشر الخلق على اربعه اصناف، خلق چهار گروه میشن، صنف رکبان سواره، صنف على اقدامهم یمشون پیاده، صنف مکبون برو، صنف على وجوههم، بالاخره بله سمون بکمون امی فهم لا یعقلون، اینجوری میان. خلاصه ثقیل یا کعب، من هاولا، اینا کی هستن که یحشرون علی وجوههم، همتون به رو سینخیز میگن به همین نه، در حالی که کرن کورن لالن، اینجوری میان وارد محفل. قال کعب اولئک کانوا فی الضلال والارتداد والنکس، نکس بیعت کردن، فبئس ما قدمت لهم انفسهم اذا لقوا الله بحرب خليفتهم ووصي نبيهم عالمهم فاضلهم حامل اللواء ولي الحوض المرتجى والرجى دون هذا العالم وهو العلم الذي لا يجهل او العلم والحج الذي لا يجهل والحج التي من زال عنها عطب وفي النار هوى ذاك علي ورب الكعبة علي بن أبي طالب أعلمهم علما أقدمهم سلما أوفرهم حلما عجب كعب خدش مجي ممن قدم على علي غيره بر علي كسيجرا مقدم بدرا وممن يشك في المهدي تعبير دي كده من أعواز مكونام وممن يشك في المهدي الذي يبدل الأرض غير الأرض وبه عيسى ابن مريم يحتج على نصارى الروم والصين وإن المهدي من نسل علي أشبه الناس بعيسى ابن مريم خلقا وخلقا وسيماء وهيئة يعطيه الله عز وجل ما أعطى الأنبياء ويزيده ويفضله مهدي آل محمد بيشد أنبياء دارا وان المهدي من ولد علي له غيبه غيبتي دارد كغيبه يوسف ورجع كرجعه عيسى ثم يظهر بعد غيبته من طلوع النجم الاخر وخراب الزوراء وهي الري كعلان مش شيء تهران وخسف المزوره وهي بغداد وخروج السفياني وحرب ولد العباس مع فتيان ارمينيا واذربيجان تلك حرب يقتل فيها الوف والوف كل يقبض على سيف مجلى تخفق عليه رايات سود الى اخر. خب جاش بود کسی که میخواد بله مدح کنه
و تأیید کند آقای کعب را، این روایت را بیاره. این جامعه این روایت. اما همون اشکال مرحوم بله توستری هست، هم اشکال سند و عمدش چیه؟ رفتارشون، اقوالشون، رفتارشون با این روایت که یه دفعه یا دو دفعه گفتن هیچ همخونی نداره. خب بعد از این نکات میرسیم به فرمایش مرحوم ابن طاووس. ابن طاووس سنگ تمام گذاشت. ایشون را از موالیان و دوستداران و خواص امیرالمؤمنین میدونه. بله؟ بله نکته بعد. اما نکته بعد، اما مرحوم ابن طاووس تعبیرشون اینه که بله فرأيت أنني أذكر فيها أذكر في هذا الكتاب بعض ما عرفته في تحقيق هذا الباب، وأن عبد الله بن السلام يا سلام وكعب الأحبار كان من خواص مولانا علي. خير حرفه كذبة. بلى كعب كجا كان من خواص علی کجا؟ ولعلا این یک حرف دیگه ایشون دارن خیلی برای من تعجب آوره. میفرماد لعل بعض ما یذکرونه عنهما من الملاحم، این ملاحمی که از کعب نقشونه همش از علی بن ابی طالبه. درست نقطه مقابل تحقیقاتی که ما قبلا پنجه داشتیم. میگه هر چی که نقل میشه از علی بن ابی طالبه. التي يحتمل انها عن مولانا علي ولم يسندوها اليها اليه. اینا حذف کردن اسم علی را خودشون تقیتا و یکنون، گاهی به کنایه میان میگن. فمن ذلك، خب نسبت به سلام من فعلا کاری ندارم، عبدالله ابن سلام اونم من بعد بحث میکنم. نسبت به کعب الاحبار، آقای سید بزرگوار سید ابن طاووس که دو نفر هستن به فرمایش استادم قطعا خدمت امام شرفیاب شدن، یکیشون همین سید ابن طاووس، یه شخصیت بسیار بزرگیه. ولی خب بالاخره خودشون به ما یاد دادن و ما درس تحویل میدیم و اگرم نعوذ بالله جسارتی شد ما استغفار میکنیم و خدا ما را میبخشه. من عرضم به سید ابن طاووس این است که آقای بزرگوار دلیل شما چیه؟ دلیل شما، مستند شما که ایشون از خواص مولاست چیه؟ اینه مستند شما. اما ان کعب کان من خواص مولانا علی، این دلیلشون، فإنني وجدت ذلك في مجلد عتيق، توی کتاب خطی قدیمی. اسم کتاب چیه؟ مناقب الامام الهاشمی ابو الحسن علی ابن ابی طالب، در اون کتاب. خب روایت ابی عمر، در اونجا من روایتی از ابی عمر محمد ابن عبدالواحد لغوی نقل میکنم. این عبدالواحد لغوی مطلبی نقل کرده است که اشاره به این دارد. چند دقیقه وقت داریم؟ خب پس میتونیم نقل کنیم. خب روایت این، سریع بخوانم. روایت این است که کعب گفته کنت عند علی صلوات الله علیه ذات یوم، نشه هنوز مسلمان نشده بودم، پیش مولا بودم. فقام زائرا لعمر، علی ابن ابی طالب بودم که عمر را زیارت کنم، ترحمی هم میکنه بر خلیفه دوم. میگه و کنتو بعد، من بعد از اون ملاقات مسلمان شدم. فقال لی بله علی اسلم تسلم، مسلمان شد. خب من مسلمان شد.
فرفع عمر الدره چوب بعدش که تو سرم بزنه. فقال علی ما تريد من چیکارش دادی ولش کن اليس قد اسلم انه مسلمان نشد. قال فقال له عمر و انت يا سيدي علي معه تو هم در کنار این هستی تو هم مدافعش هستی. قال ما فعل حتى تعالو بالدره چه کرده که بهش میخوای بزنی من در همراهش هستم انا در کنارش هستم اگر پیامبرم الان بود در کنارش بود. این نظر من نیست نظر پیامبر اکرمه. ولو کان موسی در این ایام لما واسه وانه تخلف اگر هست موسی هم بود تخلف نمی کرد از پیامبر اکرم تا کمک میکرد از ایشون رای. خب اینا رو گفت و خلاصه مسلمان شد و دست من مسلمان شده ایشون دیگه برش کن. بعد گفت که صدقت ثم التفت الى کعب فقال قد قطعت خلاصه کار تمام. کعب رو کرد من اصلا میدونستم اسلام بر حقه. انما تربصت حتی اتبین ما فی التورات صبر کردم چند سال از بعثت پیامبر اکرم تا کجا تا سال 23 یعنی 25 یک سال من مطالعه میکنم. خب حتی اتبین ببینم تو تورات چی هست. قال قرأت فی التورات ذکر محمد اللهم صل در تورات نام پیامبر اکرم و ذکر من معه و تلوتها بلی همه رو من خوندم. این اینجا دارد در تورات این هست این امت محمد یکونون صفوفا فی الحروب صفوفا فی الصلاة یذکرون الجبار فی وقت شاهد اینجاست و رأیت فی التورات به چشم خودم دیدم و الا فعمیتا سطرا مکتوبا اینه من در تورات دیدم نوشته محمد میه و بعده علوانا و بعده فتم فتم و بعده شبر شبر و بعده شبیرا شبیرا فاسلمت. خب این قصرشون نقل میکنه میفهمد که این دلیل منه ولی که این آقا از خواص مولاست. من یک کلمه بگم و عرضم را تمام کنم. سید بزرگوار ابن طاووس مستند شما همین روایت بود دیگه. بله از کیه روایت؟ کتاب مال کیه؟ ابی عمر محمد ابن چی؟ عبدالله بفهم بین عبدالواحد. خب بفهماد این شخص من پرونده شو دست شما بدم شما مراجعه کنید. ذهبی می بردش به عرش اعلا الامام الاوحد العلامه اللغوی ولده 261 261 دنیا آمده 345 هم فوت شده. خود ذهبی میگه تو درسش یک کتاب راجع به معاویه فضل معاویه داشت تو درسش اجازه نمیداد درس شروع بشه کسی حرف بزنه مگر یک صفحه از فضائل معاویه خوانده بشه. بفرمایید. سمعت غیر واحد یحکی عن ابی عمر ان الاشراف والكتاب كانوا يحضرون عنده ليسمعوا منه كتاب ثعلب وغيرها وله جزء قد جمع فيه فضائل معاويه فكان لا يترك واحدا منهم يقرا عليه شيئا حتى يبتدئ بقراءه ذلك الجزء في فضائل معاويه. این یکی سیر جلد 15 صفحه 510 تاریخ بغداد جلد 2 356 آقای ابن ندیم که معاصرش بود. کی فوت شد این آقا؟ کی فوت شد گفتم؟ خب ابن ندیم کی فوت شده؟ 385 معاصر بودم. کی کتابش نوشته؟ 377. ببینید چی میگه ابن ندیم. ابن ندیم میگه کان فی نهایت النصب والمیل علی علی یعنی ضد مولا بود. بعد دو بیت شعر ازش نقل میکنه اذا مر رافض الشامی تمت معایبه تختم فی یمینه. میگه میخوای ببینی که این رافضی غالیه رفضه به تمام معناست ببین انگوشه کجا دست میکنه اگه دست راست این رافضیه. خودشون میگن اول من تا
تختم باليسار خلافا للسنة النبوية هو معاوية. تختم بيمين چیه؟ سنة. این آقا بین چی میگه؟ فاما ان اتاك لسمت وجه فان الرفض باد في جبينه. خب آقای توستری هم میفهمد که شما آقای مامقانی چرا اسمش اینو در کتاب رجال اوزد، این جزء رجال ما نیست این آقا. بعدم یک اشکالی ما به شما داریم آقای مامقانی، میفهمد که باید اشاره میکردید و تنبیه على نصبه که بابا این ناصبیه، حتی یعلم انه اذا قال شیئا على خلافنا فليس بمقبول. این پرونده این شخص، آیا ای کسی که ای پروندشه ازش اصلا بشین گروه خونش میخوره که ای کتاب مال اون باشه؟ غلام سعرف این روایت نوشته باشه. و سید بزرگوار ابن طاووس حشرک الله مع رسول الله، شما قرن چندم بودید؟ بله قرن هفتم. اینا قرن چندم بود؟ قرن چهارم. چند سال فاصله؟ کی میگه این کتاب مال اونه؟ طریقتون بون تا برسیم به مطالب بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.